هنرمند با همان کوشش و جهد و مهر و محبت های بی‌پایان خود آمد روی صحنه هنر و زود به دل ها راه یافت و قلب هزاران عاشق را تسخیر نمود. درود به شما بیننده عزیز و ارجمند تلویزیون دوشنبه، برنامه فرهنگی و فراغتی درخش هنر است این دم منظور شما. ما برنامه امروز را در همکاری با تالار مبل خانه من آماده گردانیده ایستادیم و مهمان نوبتی برنامه امروز ماست آوازخوان جوان ستاره عبدالرحمنوا. خوب اولا کدام ستاره بانو را خیر مقدم میگویم به برنامه امروز؟ خوش آمدید. سلامت باشید. درود به پایین خود را به تمام تماشابینان و مخلصان میرسانم. خوشحالم از آن که شما مرا به اینجا دعوت کردید و با شما هم صحبت میشویم. تشکر زیاد. میدونید ستاره بانو، ما اشتراک شما را در این برنامه دیر باز انتظار بودیم و خوشحال از آن هستیم که این لحظه در صحبت شما قرار داریم. خب این لحظه چی هیجان شما را فراگیر است؟ خوشبختم به نهایت. از چی خوشبخته؟ با شما هم صحبت می شویم، با مخلصان نزدیک می شویم. باشد که با شما یک صحبتی خوب خاطرمانی داشته باشیم. خوش آمدید باری دیگر. زیاد به فکر فرو می روید؟ خیلی زیاد. بسیار فکر می کنم. بسیار فکر می کنم در باره آیندم، در باره ایجادیات خود، در باره سرودهای نوام. خیلی زیاد فکر میکنم. از گذشته باره فکر نمیکنی؟ از گذشته نه، گذشته رفت. چرا؟ در باره گذشته کوشش میکنم که دیگر فکر نکنم. چون وقتی انسان مثلا قلبی اون پر از غم و درد میشود، فکر میکنم زیاد مشکلی های گذشته رو فکر میکنم. فکر میکنم مشکلی ها رو فکر نمیکنم، کوشش میکنم که فقط گذشته خوب باشد. بله. امروز بیشتر سر چی اندیشه میکنید؟ من صنعتکار هستم، فکر میکنم همه وقت، تنها در باره هنر خود، در باره سرودهای نوام، در باره متن سرودی نو فکر میکنم، در باره کلیپ های نو فکر میکنم، در باره سیناریش نقشش فکر میکنم. بیاید یک از آنمون خاطره های گذشته یک فکر میکنیم. از آنمون واقعی که چند سال قبل به سر شما رخ داده بود، بیاید یک رو میاریم از این واقعه. چون ما در آغاز برنامه بهره بینندگان یک کمی ذکر کردیم و میخوان آن را خوبتر و بهتر از شما فهمیده باشند. البته من این را پنهان نمیکنم. در حقیقت سال 2011 من با صدمه نقلیات دچار شدم و زیاد جراحت برداشته بودم. جراحتی وزین برداشته بودم و حالا چیزی که میبینید خدا را شکر صحت سالم هستم، در نزد شما هستم. از تحصیل در شهر مسکو میگویم، چگونه میگذشتند روزها پای هم؟ مثلا چگونه شما رو قبول کردن در اونجا، در اون دانشکده؟ بسیار خوب بود، بسیار شفقت‌آور بود، با وجود آن که بسیار دشوار بود. دشوار بود، ولی حالا با من بسیار کمک میرساند این دشواری ها. در عین حال من بسیار چیز را آموختم. تشکر به آن استادانی که با من کار کردن، مرا آموختن. یادی وطن میکردید؟ یادی پدر مادر؟ البته به این نمیشود، البته بسیار یاد میکردم وطن عزیز خود را و خوشبختم از آن که من برگشتم و ایجادی خود را آغاز نمودم. آغاز فعالیت چگونه شروع شد؟ با دستگیری و یاردمی کی؟ البته با یاردمی مادر عزیزم، با دوستانی نزدیکم. من همکاری میکنم با شاعری جوان، دوستی نزدیکم سعید سنگف آغاز شد. با یعقوب جان عبداللهیف بیشتر تنظیمی سرودهایم از آن کس. در سمت خود او بهترین تنظیمگر است، بهترین دوستی من است. چیزی سوال دارم، باور کنید یکم به آن کس مراجعه میکنم. خوشتین سرودی من این سرودی نامهربان است، سیمینگری. این سرود اصلی سرود قدیمی ایرانی است. باره اول این سرود را من گوش کردم با استاد حسن حیدر. وقتی که رفتم به نزد تنظیمگر این سرود را گوش کردم در آنجا. این سرود را باید میخوندن میسرایدن استاد حسن حیدر. حسن حیدر، بله. وقتی که من این سرود را گوش کردم با تنظیم نو، این سرود بسیار به من پسند آمد. و نخواستید که حسن حیدر سرایم؟ بله. با استاد گفتم که راستی این سرود به شما نمیزیبد، گفتم میبخشید استاد، باید این سرود را من سرایم، گفتم.
بسیار خیرگی کردم و تشکر زیاد و استاد که این سرود رو به من تحفه کردن. از کودکی هم بسیار دوست می داشتم سرود خواندن را، بسیار زمزمه می کردم، تقلید هنرمندان اصلی می کردم و یک دفتر کلون داشتم و اونجا تمام سرودهای دوست داشتم را می نوشتم و پول جمع کرده بودم برای خودم پنهان از مادرم بلندگویک خریده بودم و وقتی که مادرم به کار می رفتن من موسیقی را می موندم، رقص و زمزمه سرود را سر می کردم، آغاز می کردم. فکر می کنم که همون وقت این دوست بهترین من بود، همون دفتری کلونم و بلندگویکم. تو به حال هست همون دفتری خاطره ها؟ کپراستش مادرم را پرتافت. چرا؟ مادرم دیگر سرود نخوند؟ بله، مادرم نمیخواستن که من آواز خوان شدم. قبلا نمیخواستن، حالا میخوان. حالا تو هنوز من رو دستگیری میکنن. ما با مادرم جدی صحبت کردیم در خوردیم. جدی صحبت کردیم که من کی میشم. مادرم پیشنهاد کردن، ترجمان گفتن، دکتر گفتن، مدلر دیزاینر گفتن. من نه، من انتخاب کردم آوازخوانی را. چرا این سمت رو اختیار کرده؟ خودم نمیدونم. نمیدونم، حواس میکردم، آرزو داشتم از کودکیم. وطن با دل، وطن با جان دارم تو را، زی عشقی پاکی خودی من دارم تو را، وطن با قلبی خود نشان دارم تو را، شکرانت که در جهان دارم تو را. نخستین آلبوم خود را باید پیشکش مخلصان گردانم، این آرزوی یکمی من است، نخستین من است و بعدا میخواستم تشکیل کنیم کنسرت خود را و سفرهای هنری دارم به نزدیکی، به خارج و در داخل کشور. حالا نمیخواستم درباره آنها گپ زنم، میخوام کمتر پنهان باشد. با کنسرت نوبتی خود؟ با کنسرت نوبتی، بله. یکم بار به سفر هنری به خارج نرفته اید؟ رفتم. چگونه بود؟ در ترکیه، در شهر مسکو و جمهوری ازبکستان تست سفر میکنم. هنرمندان تاجیک رو چگونه قبول میکنن؟ مثلا شما با زبانی نوبو شوای تاجیکانه سرود میسرایید، چگونه مثلا قبول میکردن مردم خارج از کشور؟ بسیار خوب قبول میکنن، مخصوص مردم سمرقند و بخارا بسیار خوب پیشواز گرفتن، چون که این زبان رو آنها میدونن. را با کدام زبان ها سرود سرایده میتوانند؟ قریب با تمام زبان هایی که در جهان وجود دارن با فکر میتوانم سرایم. با اون زبان ها گپ زدن میتوانید؟ نه، یا تنها سرود سرایده؟ تنها سرود سرایده میتونم. فکر میکنم که تمام هنرمندان باید فهمش موسیقی داشته باشند و این بیشتر به من کمک میرساند. من چیزی که میشنوم یک بار همون چیز رو باید تکرار کرده تونم. از همین خاطر در تمام زبان ها می توانم سرود سرایم. سیدو از نل اسکوچران ترمی سینو سیدو سوس نو می کنند پراویر والویر ده آتر ویدو پورتو کرینتر والویر یک پراویر ده کریمیر سیدو از نل اسکوچران ترمی سینو سیدو سوس نو می کنند پراویر والویر ده آتر ویدو پورتو کرینتر والویر یک پراویر ده کریمیر. این در زبانی اسپانی است. بخاطر سنجیدن حاضر جوابی شما در برنامه بخش کوتاهی را جای دادیم. اگر شما آماده باشید آغاز میکنیم بخش سوال و جوابی کوتاه را. آماده هستید؟ آماده هستم. مرحبا. از کدام طایفه آدمان حذر دارید؟ از آدمای دورویا. بله. باره با این عمل دچار شده اید؟ بله دچار شدم. شخص دروغگو را چگونه قبول دارید؟ قبول ندارم. باره دروغ گفته؟ بله گفتم، بله. دروغ بی ضرر.
به ضرر. اگر اون کسا با شما دروغی به ضرر گویند چی؟ قبول دارم. قبول داره. خود رو چگونه حس میکنید وقتی که دروغ میگوید، دروغی به ضرر؟ به ضرر باشد کمتر کمی ناراحت میشم. ناراحت میشم، بد ساز میشم، بد خوب میشم. برای ستوره ها باوری داره؟ کمتر، بسیار نه. خوشبختی و خرسندی خود رو در چه احساس میکنید؟ سوالی دشوار. در خوشبختی آیله میبینم. قهر و غضبتون رو چگونه فرو میبرید؟ با خاموشی. زیبایی انسان رو در سیرت میبینید و یا در صورت؟ در سیرت. میخواهید زندگی خود رو چگونه بنیاد آمده باشه؟ با عشق و محبت. تشکر میگویم به ستاره که فرصت یافته و آمدید به صحبت امروز. و شما تشکر، به تلویزیون دوشنبه تشکر که مرا به این برنامه جالب دعوت نمودید. و با تمام تماشابینان میخواستم گویم که همه وقت سربلند آباد باشم. اگر هر یک انسان در خانه هدف را کشاده به آن نظر افکند، راهی رسیدن به مقصود برایش آسان میگردد. ما این لحظه رازکشایی نمودیم از روز و روزگار یک تن هنرمند جوان، ستاره عبدالرحمنوا. در انتهای برنامه بهرتان روزگار خوش و آسوده را تمنا داریم. خیر، تا دیداری نوبتی.